که تمام هموغمشون رسیدن به قدرت و حکومت بود و برای رسیدن به قدرت هر کاری میکردن، که اینها در مقابل امیرالمومنین جنگ صفین رو برپا کردن. دسته دوم ناکسین بودن با سه نقطه، از نکس میاد یعنی پیمان شکنان، یعنی کسانی که ابتدا پیمان با امیرالمومنین بستن ولی بعد زیرش زدن و پیمان شکستن، امثال طلحه و زبیر و این افرادی که قبلا جزو یاران حضرت بودن. اما روحیه پول پرستی و تجملگرایی و تبعیض و ویژه خاری داشتن، دنبال این میگشتن که از تعمیر برای اینا یه حساب جدایی باز بکنه و به خاطر سابقه هایی که دارن یه سهم بیشتری از بیت المال به اینها داده بشه و امیرالمومنین هم به اینا باج نمیداد و اینها نهایتاً پیمان شکستن و در مقابل حضرت ایستادن و جنگ جمل رو برپا کردن. اینم دسته دوم. دسته سوم هم مارقین، یه مش خشک مقدس های نادان و نفهمی که جز رأی خودشون و فهم خودشون هیچ رأی دیگری رو تابش رو نداشتن، اصلا انگار تحمل این که رأی دیگری درست باشه نداشتن. اینا کسانی بودن ابتداعا با حضرت امیر بودن ولی بعد همونجور که تو شبهای قبل اشاره بهش شد در جنگ صفین از امیرالمومنین جدا شدن و گروه خوارج رو تشکیل دادن و در جنگ نهروان امیرالمومنین اینها رو قلع و قمع کرد و باهاشون برخورد شدیدی کرد. این سه گروه رو مکرر خود شما بزرگوارا شنیدید، دشمنان تابلودار امیرالمومنین که جنگ به راه انداختن. اما یه گروه چهارمی هم تو تاریخ هست که اینا قصر در رفتن، اسمشون معروف نشد، خون به دل امیرالمومنین کردن، اما چون به ظاهر جنگی راه نینداختن، چون علی الظاهر جرمی نداشتن، چون به عنوان دشمن محسوب نمی شدن، بلکه بعضیاشون به عنوان یاران حضرت خودشون رو تو تاریخ معرفی کردن. اما شما نهج البلاغه رو ببینید میبینید این گروه چهارم خون به دل امیرالمومنین کردن، که به تعبیر خود حضرت امیر میفرمود که شما یار نیستید، شما بارید، بلکه خارید جلو پای من، دست و پای منو فقط گرفتید. حضرت یه تعبیر زیبایی تو اگه اشتباه نکنم خطبه 32 نهج البلاغه است که میفرمایید اريد ان اداوی بكم و انتم دائی، من میخوام مردم رو با شما مداوا کنم، خود شما درد بی درمان منید، خود شما درد منید، کناقش شوکت به شوکت، مثل کسی که یه خار تو دستش رفته میخواد با یه خار دومی او رو در بیاره، اون دومی هم بره تو دستش، شما درد مضاعف منید، شما درد مضاعف منید. این گروه چهارم که به ظاهر یار بودن، اگه بخوایم اسمی روشون بگذاریم، عرض کردم تو تاریخ اسم ندارن، ولی اگه بخوایم اسمی ما روشون بگذاریم، قائدین، نه قاستین، نه ناکسین، نه مارقین، قائدین، از قعود، یعنی آدمایی که شلوول، آدمای نشسته، آدمایی که ضعیف بودن، آدمایی که حاضر نبودن پشت حق وایسن، اقدام بکنن تا هر جا که باشه خطر بکنن، آدمای شلوول و ضعیف، هم ضعیف الایمان هم ضعیف البصیرت، هم ضعف ایمان داشتن هم ضعف بصیرت، که نمیتونستن بفهمن چی کار باید بکنن و اگر هم میفهمیدن انقدر ایمان نداشتن که پاش وایسن خطر بکنن. آدم هایی که دنبال یه لقمه نون بودن، کاری نداشتن که تو دعوای حق و باطل وارد بشن و پشت حق بایستن، کاری نداشتن که یه لقمه نونشون رو یه کسی بده فرق نمیکنه، طاغوت باشه یا یاغوت باشه فرق نمیکنه، معاویه باشه یا امیرالمومنین علیه السلام باشه. این آدم ها، این آدم های شلوول که دنبال این نیستن تو دعوای حق و باطل پشت حق وایسن، حق رو بشناسن و پشتش وایسن، عدد این حرف ها نیستن. این آدم ها ممکنم هست یه جاهایی یه گریه عاطفی برای اهل بیت یه جایی هم بکنن، خطر اینجاست ها، آدم وقتی اینا رو ببینه یه مقدار میترسه، ممکنه که یه جا یه گریه عاطفی، یعنی یه گریه اثر دلسوزی، آخه ببینید گریه داریم تا گریه، یه موقع گریه اثر معرفته، یه موقع گریه اثر معرفته که آدم معرفت داره که امام معصوم با اون عظمت، با اون زیبایی ها، با اون پاکی ها، اون بی حرمتی ها بهش بشه، واقعا آدم اشکش میریزه. ممکنه این گروه چهارم، این آدم های شلوول
اینایی که حاضر نیستن پای اعتقاداتشون وایسن، ممکنه یه جا برای اهل بیت دل بسوزونن، اما این دل سوزوندن از رو معرفت نیست. این همونی هستش که فرزدق وقتی با امام حسین با همدیگه یه جایی برخورد کردن تو بین راه که حضرت داشت میومد به سمت کوفه، امام حسین پرسید مردم کوفه رو چجوری دیدی؟ فرزدق یه جمله عجیبی گفت، گفت آقا مردم کوفه کسانی هستن که قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلشون با شماست، براتون گریم میکنن، اما شمشیرشون به نفع شما نیست، شمشیرشون با یزیده، گریم برات میکنن، چون این گریه این دلشون با شماست، نه از باب معرفت، نه اینکه معرفت به شما دارن، اما در این حال اقدامشون و عملشون با شما نیست، حاضر نیستن پای شما خطر بکنن، این کارا رو نمیکنن، پای حق وای نستادن. حضرت امیر در یه جای نهج البلاغه این که عرض کردم در واقع دشمنان امیرالمومنین علیه السلام چهار دستن، این دسته چهارم تو تاریخ یه مقدار گمن قصر در رفتن، چون به اسم یار بودن، به اسم جنگ را ننداختن علیه امیرالمومنین، به ظاهر جرم نداشتن، ضعیف بودن که جرم نیست که، اما اگه نگاه بکنید همینا خون به دل امیرالمومنین کردن. حضرت امیر تو یه جای نهج البلاغه فرمید الناس علی اربعه اصناف، مردم چهار دستن، چهار دسته کرده، وقت یه دستش رو اینجوری فرموده، فرموده فمنهم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت نفسه و کلالت حده، یه دسته کسایی هستن که اگر فساد نمی کنن، اگر کارهایی رو که به هر حال خونریزی نمی کنن، فساد نمی کنن، به خاطر اینکه پولشو ندارن، به خاطر که شمشیرشو ندارن، به خاطر که امکاناتشو ندارن، فرعونشو دارن ولی مصرشون کوچیکه، آب ندارن ولی شناگر قابلین، فعلا امکاناتشو ندارن، اگه امکانات گیرشون بیاد روی فرعون رو هم سفید میکنن، روی امثال یزید رو هم سفید میکنن. این دسته چهارم، همیشه این دسته چهارم آدمای ضعیف اینجوری کسانی بودن که شیطان صفاتی مثل معاویه از اینا سواری میگرفت. این آدمای ضعیف معمولا سیای لشکر شیطون ها همینا بودن، همینا بودن. معاویه به امید امثال اینها بود که نماز جمعه رو چهارشنبه میخوند و هیچ کی هم جلوش چیزی نگفت. مسعودی تو مروج الذهب، آدم باورش نمیشه که همچه اتفاقاتی رو، مسعودی تو مروج الذهب نقل میکنه، میگه معاویه یه مرتبه به مردمش یه تعدادی گفتش که من بخوام جمعه مسافرت برم، چهارشنبه نمازو میخونی؟ یکی نبود که بلند شه بگی که خب آخه بابا نماز جمعه اسمش رو خودشه، چهارشنبه نمیشه خوند که. باز مسعودی نقل کرده که یه منه خدایی از کوفه وارد شام شد، وارد دمشق شد، بعد از جنگ صفین بود، یکی از اهالی دمشق از اهالی شام اومد جلوی این شخص کوفی رو که وارد شده بود، جلو شترش رو گرفت، گفت آقا این ناقه مال منه. گفت چی مال منه؟ من از کوفه باهاش اومدم، این مال خودمه. گفت نه خیر، این ناقه مال منه، این ناقه ایست که تو جنگ صفین کوفیا از من دزدیدن، تو دزدیدی، این مال منه. این بنده خدا هر چی گفتش که بابا این مال خودمه، دعوا مرافعه کار کشید پیش معاویه. معاویه به عنوان مثلا حاکم بود دیگه. اون شخص شامی 50 نفر از اهالی شام رو به عنوان شهادت دادن، برد پیش معاویه، همه شهادت دادن که بله این ناقه مال همین آقاست. معاویه هم حکم کرد که بهش بده. او بیچاره کوفی که مال باخته بود و دیگه شطارش هم دیگه دستش رفت، رفت پیش معاویه، بعد که تمام شد گفت جناب خلیفه این چه حکمی بود که کردی؟ چطور ادعای این مرد و شهادت 50 نفر رو قبول کردی که این ناقه، این شطار مال او هست؟ ولی که شطار من اصلا ناقه نیست، جمله. میدونید عربا بین شطار نر و ماده تو اسم گذاری فرق میگذارن، شطار نر رو میگن جمل، ماده رو میگن ناقه، حالا ما همه رو میگیم شطار. و جناب معاویه چه حکمی بود که کردی؟ اصلا شطر من جمله نه ناقه. معاویه گفت دیگه این چیزیست که حکمیست که شده صدا شده در نیار، قیمتش چقدر بود؟ گفت فلان مقدار. گفت دو برابرشو بهت میدم، ولی برگرد به علی بگو، بگو 100,000 نفر آدم علیهت آماده کردم که یکیشون فرق بین جمل و ناقه رو تشخیص نمیده. آدم های شلوول ضعیف کمفهم اینا هستن که سیای لشکر منن، با اینا من دارم کولی میگیرم. معمولا شیطان صفت ها اینجوری هن، از این آدم های ضعیف کولی میگیرن.
البته من یه چیزی عرض بکنم، ضعیف داریم تا ضعیف، ضعیف الایمان داریم تا ضعیف الایمان. بعضی از ضعیف الایمان ها ضعیف الایمان هایی هستن که حالا ما اسم میذارم که اصلا ذاتن از اون اول ایمانشون کم بوده، اصلا ظرفشون کوچیک بوده. ما تو روایاتمون داریم که بعضیا سهم ایمانشون اصلا از اول کمه. حالا چرا سهم ایمان بعضیا کم میشه از اول؟ ظرفشون کوچیکه. چرا اینجوریه؟ تو عوالم قبل از عالم دنیا چه گذشته؟ اونجا مثلا چی کم گذاشتن که کم بهشون ایمان دادن؟ نمیدونیم. ولی تو روایات ما هست بعضی ها سهمشون از ایمان 1 درجه است، بعضی ها 2 درجه، بعضی ها 4 درجه تا 10 درجه. بعد در روایات ما تو اصول کافی هست امام صادق علیه السلام فرمود اون کسی که درجه ایمانش بالاتره تحمیل نکنه به اونی که درجه ایمانش کمتره. مثلا اونی که درجه ایمانش 2 به اونی که درجه ایمانش 1 پایین تره زور نگه که فلانی من چرا تو نمیبینم تو نماز جعفر طیار بخونی، از تو نمیبینم خیلی قرآن بخونی و خیلی مثلا مستحبات و روز مستحبی بگیری، از تو نمیبینم این چیزا، تو چی کارش داری؟ تو اگه خیلی مرد خودت برو این کارا رو بکن، فشار به اون نیار، اون واجبشو بخونه باریکلا بهش. سهم ایمان بعضی جوری است که نباید تحمیل کرد، حدش رو باید در نظر گرفت. امام صادق علیه السلام یه قضیه فرمود که همتون شنیدید، قضیه اون مسیحی که به واسطه دیدن مسلمان ها مسلمان شده بود. همسایش وقتی دید این مسیحی مسلمان شده گفتم فردا صبح بیام دنبالت بریم نماز، بالاخره مسلمونی آدابی داره، صبح بیام دنبالت بریم نماز. گفت خب باشه. یه مرتبه موقع اذان صبح یه چند دقیقه هم زودتر در زدیم، مسیحی همچون خواب اومد دم در گفت چیه؟ گفت موقع اذان بریم یه چند دقیقه هم زودتر بشینیم، فضیلت داره درک سحر. حالا این بیچاره 0 کیلومتر اصلا چه میدونه این حرفا رو؟ این موقع شب؟ گفت بله نزدیک اذان صبح باید بریم. حالا این اولین روز مسلمونیش بود، اینو برداشت برد مسجد، نماز رو که خون مسیحی همچون چرتی گفت پاشیم بریم. خب دیگه گفت نه، تعقیبات نماز بین طلوع عین مکروه خوابیدن، تعقیبات. این بنده خدا شروع کرد حالا تعقیب چه چی بگه، چه ذکری بلده، همچون نشست چرت میزد. بعد که مقداری دیگه هوا روشن شد و آفتاب داشت میزد گفت حالا بریم. گفت کجا بری؟ این دنیای آلوده، حیف این مسجد به این قشنگی نیست توش نشستی، آدم گناه هم نمیکنه، بشین اینجا یه مقدار قرآن بخون، چش بگذاری ظهر شده اذان نور نمازمون هم خوندیم بعد بریم. نماز ظهرم نگهش داشت، عصرم نگهش داشت، غروبم نگهش داشت، دمارشو در آورد. بعد که رفتن فردای اون روز رفت دنبالش، اون مسیحیه گفتش آقا جون ما همون دین قبلی خودمون صرف بیشتری میکنه، این دین شما مال آدمای بیکاره، من زن و بچه دارم صبح تا شب کار میکنم تو مسجد باشم. امام صادق فرمود همون جور که اومده بود تو دین از دین بیرونش کرد با این تحمیلا و فشارهای بیخودی. بعد خود آقا فرمود مگه ما اهل بیت اون چیزی که میدونیم، اون کارهایی که میکنیم برای اون شخصی که ایمانش 10 اون درجه 10 مگه بر او تحمیل میکنیم؟ مگه ما بر سلمان و کمیل امثال اینایی که حالا کمیل مثل سلمان که ایمانش درجه 10 مگه اون چیزایی که ما میدونیم تحمیل میکنیم بر اون؟ اگه امیرالمومنین علیه السلام اون چیزی که خودش میدونست به سلمان بگه سلمان تحمل نمیکرد. یه مرتبه کمیل گفت یا امیرالمومنین ما الحقیقه، حقیقت چیه؟ حضرت فرمود ما لک و الحقیقه، تو رو چه به حقیقت؟ کمیل گفت آقا مگه من از اصحاب سر شما؟ حالا کمیل جزو اصحاب سر امیرالمومنینه. گفت اول است تو صاحب سرک، مگه من جزو اصحاب سر تو نیستم؟ امیرالمومنین فرمود بلا ولکن یترشح علیک ما یتفه منی، اون ترشحات من به تو میرسه، اون اصلش تو دیگه، اون ترشحاتش به تو میرسه، ولی اگه من بخوام اون اصلشو به تو بدم که اصلا تحملشو نداری. امام صادق فرمود مگه ما اون چیزایی که میدونیم و انجام میدیم تحمیل میکنیم به اونی که درجهش 10؟ اونی که پس درجهش بالاتره تحمیل به پایینتری نکنه. بعضی ها اصلا اینجوریه، ضعف ایمانشون ذاتیه، ذاتن درجه ایمانشون کمه، سهمشون همین مقداره. ندیدید اینجور آدم ها رو؟ آدم ساده توی ده روستایی هست اگه 4 تا مسئله شرعی ازش بپرسی چه بلد نیست، اما در این حال همون مقداری که بلده، همون کمی که بلده ها، همون کورسویی که از ایمان میزنه
همونو پاش وایساده. درسته کمه ولی همون کمو پاش وایساده. من توی یکی از روستاهای اطراف تهران چون میدونم و میشناسم، یه بنده خدایی بود از خیلی وقت پیش من اونو میشناختم، حالا دو سال پیش مرحوم شد. ایشون از هر موقع که ما یادمون میاد آدمی بود که همیشه لبخند رو لبش بود، ساده ساده، بسیار ساده. اعمال مستحبی این حرفا نداشت، خیلی مثلا هنر میکرد، میومد یه نماز ظهر عصر مسجد میخوند و میرفت و یه روزه مثلا ماه رمضونی همین میرفت دنبال کارش. کم حرف میزد، اصلا کسی ازش نمیشنید که راجب این و اون پشت سر این و اون حرفی بزنه. خیلی آدم ساده ای بود، همه دستش مینداختن ولی این تلافی نمیکرد، فقط میخندید. با بچه کوچیکش بخواست حرف بزنه رو درواسی داشت، خجالت انگار میکشید. با پسر کوچیک یه آدم، این آدمای ساده اینجوری ندیدید. خیلی هم مسائل دینی بلد نیستن ها، خیلی هم معارف دینی بلد نیستن، همون کمی که بلدن همون عمل میکنه دیگه، اهل مستحبات و نوافل و این حرفا نیست. یه بنده خدا یک دو سال پیش از دنیا رفت، باور بکنید مجلس ختمش مملو از جمعیت که اصلا همه باورشون نمیشد که یه آدم ساده اینجوری. ببینید گاهی موقع آدم های ساده ضعف ایمان، سهم ایمانش کمه ولی همون مقداری کم رو پاش وایساده. طیب یکی از همین آدم ها بودا. اینجور آدم ها، این آدم هایی که ضعیف الایمان بودنشون ذاتی از اول سهمشون کمه ولی پای همون کمش وایسادن. من میخوام رو این تکیه بکنم. ممکنه یه کورسوی از ایمان تو دلشون باشه اما اونو دیگه کم نمیگذارن ازش. طیب رضوان و رحمت خدا برش یکی از همین آدم ها بود. طیب تقریبا میشه گفت از لاتای تهران بود، اصلا سابقه دینی نداشت، هیچ سابقه، صورت مثلا چاقو خورده، یه آدم اینجوری بود دیگه. اما با همه بدیهاش دو تا خصلت داشت. یه خصلتش این بود که مردونگی داشت. اگه میدید یه جای کسی مظلومه میرفت پاش وای میساد، مردونگی داشت، اینو میفهمید، پاش وای میساد. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی از خوبان قم بود، من خودم از ایشون شنیدم. ایشون از قول آقای مرعشی نجفی نقل میکرد که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میفرمود خدا منو با بعضی از لوتیای تهران محشور کنه، مردن. اینایی که صفت مردونگی دارن خیلی صفت خوبیه، معمولا هم عاقبت به خیر میشن اینا، چون خدا دوست داره این صفت رو. آدم دینی نبود اما مردونگی داشت. گاهی موقع یه جوون میرفت تو میدون بار، تو میدون تره بار کار میکرد، تو میدون بار کار میکرد، میگه آقا طیب من بخوام ازدواج بکنم پول ندارم. شون گفت وایسا. یه دور میزد دور میدون، آبرو گرو میگذاشت، پول جمع میکرد. اگه برای خودش بود این کار رو نمیکرد، اما برای این که اومده بهش رو انداخته این کار رو میکرد. یه دور میزد مثلا چه بسا 2000 تومان جمع میکرد. 2000 تومان 50 سال پیش، 2000 تومان 60 سال پیش که با 5000 تومان میشد یه خونه خرید، 2000 تومان خیلی بود. میومد بهش میداد، میگفت جوون این خرج ازدواجت، اگرم چیزی مون سرمایه زندگیت بکن. مردونگی داشت. یه مرتبه نقد بکنن، ایشون از یه کوچه ای داشت رد میشد، یه چند نفر هم پشت سرش بودن، از همین به اصطلاح خودشون نوچه هاشون پشت سرش میرفتن. دید یه سیدی شال سبز به کمر بسته رو اساسیش تو پیاده رو نشسته. گفت سید بر چی اینجا نشستی؟ گفت من چند ماه اجاره خونم عقب افتاده، تو این خونه میشینم، منو امروز صابخونه با اساسیه بیرونم کرده، الان نمیدونم کجا برم. طیب گفتش که یه وانت بار بگیرید. به این رفقاش نوچه هاش یه وانت بار گرفتن، گفت اساسیش رو بریزید پشت وانت بار، همه رو ریختن اونجا. گفت سید بشین جلو. اون سید رو نشون جلو، خود طیبم جلو نشست، بقیه هم رفتن پشت رو وانت نشستن. آوردش دم یه خونه نوساز، اساسیه رو خالی کرد اونجا، گفت سید شناسنامه تو برده بیا. این سید هم نمیدونه چه اتفاقی داره رخ میده، شناسنامه شو برداشت. طیب بردش یه محضر، خونه رو به نام او کرد، به نام اون سید کرد. وقتی کارهای محضریش تموم شد، دست این سید رو گرفت کشید جلو، میخواست کلید رو بذاره تو دستش. گفت آقا سید این خونه رو دیدی؟ من برای خودم ساخته بودم، نوساز بود، هنوزم نرفته بودم توش بشینم، خونه رو به نامت کردم، اینم کلیدش، به مادرت زهرا بگو یه خونه اونور برای من بساز. مرد بود.
خدا حافظ رفت. به مادر زهرا بگوی خونم اون بر من بس. میگفتن دعاش این بود که همیشه میگفت خدایا پاکم کن و خاکم کن. میگفتن اینو خیلی تیک کلامش بود. میگفت خدایا پاکم کن و خاکم کن. این یه خصلت طیب بود. دینی نبودا. این یه خصلتش بود که مردونگی داشت. خصلت دومش هم این بود که با دستگاه امام حسین آشتی بود. قهر نبود. ایام محرم که میرسید حتما خودشو زیر خیمه امام حسین میرسون. دسته داشت از جنوب شهر تهران، دسته طیب معروف بود. خودش هم گویا علم بلند میکرد و یه مرتبه میگفتن رئیس کلانتری منطقه‌ای که طیب توش بود جلو دسته رو گرفته بود. اونایی که بزرگتر هستید تو مجلس میدونید رئیس کلانتری اون موقع خیلی ازش حساب میبردن، از یه پاسبانش حساب میبردن، تو چه برسه به رئیس کلانتری. رئیس کلانتری اومده بود جلوی دسته طیب رو گرفته بود. حالا من برای چی بود؟ طیب اون ته دسته بود. شنید که رئیس کلانتری جلوشو گرفت، جلو دسته رو گرفته، بودو بودو اومد معطل نکرد، خوابون زیر گوش این رئیس کلانتری. جلو دسته رو میگیری، اونم هیچی حرف نزد، چون میدونست طیب پای امام حسین وایساده. اینجا دیگه این کارا رو کرد. سال 42 که حضرت امام فریادش از قم بلند شد علیه اسرائیل و آمریکا و طاغوت و بعضی از به ظاهر مقدسان نیومدن تو میدون و ترسیدن، طیب بود که اومد دسته راه انداخت به هواداری امام. فلش زندگیش عوض شد. طیب رو گرفتن، به قدری زدنش و شکنجش کردن تو زندان که توی لا تو چه به این حرفا که پشت سر یه مرجع تحلیل را بیفتی، تو اصلا مال این حرفا نیستی. انقدر زدنش، بهش گفتن که حاضریم آزادت بکنیم، وضعت هم خیلی خوب میشه به یک شرط، و اونی که یه مصاحبه رادیویی ترتیب بدیم، تو اون مصاحبه بگو من پول گرفتم، به خاطر پول اومدم بیرون. طیب رو حساب همون مردونگیش گفت من پول نگرفتم، من برای جد این آقا اومدم بیرون، منو با پسر فاطمه زهرا در نندازید. گفتن اعدامت میکنیم، گفت هر کاری میخواد بکنید بکنید. حکم اعدامش اومد. برادر طیب به نام طاهر، برادر طیب میگه من رفتم برای دیدنش، میگه رفتم دیدم این بدن هیکلی شده یه نیقلیون، انقدر زده بودنش و شکنجش کرده بودن. میگه بهش گفتم کاری نداری؟ گفت نه کار من دیگه تمومه، حکم اعدامم هم اومده، فقط سلام منو با آقا روح الله تو قم برسون، دو تا پیغام بهش بده. یکی این که بهش بگو که من به شما خیانت نکردم، من به شما خیانت. دوم این که بعضی که من مردم منو کشتن اعدامم کردن، بگو آقا شما منو شفاعتم بکنید اون طرف، من خیلی سابقه ندارم، سابقه خوبی ندارم، شما منو شفاعتم بکنید. برادر طیب میرفتم قوم خدمت حضرت امام، بهش گفتم آقا حکم اعدام طیب اومده. امام خیلی متاسف شد، گفت یه جوری سلام منو به طیب برسونید. بعد گفت آقا دو تا پیغام برای شما داشت طیب، یکی این که گفت من به شما خیانت نکردم. امام فرمود میدونم طیب مرده، اهل خیانت نیست. گفتن آقا پیغام دوم طیبم این بود که شما شفاعتشو بکنید. حضرت امام سرشو پایین انداخت، فرمودن طیب کارش درسته، احتیاج به شفاعت من نداره. طیب رو اعدام کردن، از اولین شهدای انقلاب اسلامی بود. الان قبرش تو حرم است عبدالعظیم شهر ری هست. اونایی که رد میشن و میدونن که خیلی ها هستن، میشینن اونجا فاتحه میخونن و حاجت میخوان. عجیب، حاجت میخوان. گفت گدایی گردد از یک جذبه شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. خدا تو یه لحظه اینجوری خریدار میشه. بعضی از آدمای ضعیف اینجوری ضعیفی بودند، اما همون کورسویی که تو دلشون میزد پاش وایسادن، اهل خطر بودن، شلوول نبودن. همون مقدار که میفهمید که این پسر فاطمه زهراست، میگفت من با پسر فاطمه زهرا در نمیافتم. همون مقدار که میفهمید که او یه مرجع تقلید بزرگ و با صفا و با اخلاص هست پاش وایساد. اما یه ضعیف الایمان‌های دیگری هستن که اونا اگه ایمانشون ضعیفه خودشون کم گذاشتن، خودشون مقصرن.
ضعف ایمانشون ذاتی نیست که سهمیه ایمانشون کم باشه از اول، نه، خودش مقصره. اتفاقا تو کارهای دنیا خیلی هم آدم زرنگیه، ولی به خدا و دین که میرسه کم میگذره. اینا رو من داشتم میگفتم، اون دسته چهارمی که خون به دل امیرالمومنین کردن، آدمای شلوبل، ضعیف، ضعیف الایمان، ضعیف البصیرت، اینایی که خودشون تقصیر داشتن. آدمش نفهمی نیست، آدمی نیست که نه، خیلی چیزا میفهمه، خیلی چیزا میفهمه، اما خورده شیشه داره تو ذاتش. پای دین و خدا که میرسه کم میگذاره. این مستضعفین هستن که اینا هستن که سواری میدن و سیاهی لشکر باطل میشن. اینا هستن که مردم کوفه رو تشکیل میدن، که اون وقت مثل ابن زیاد میاد سوارشون میشه، 30,000 تا اینا رو جمع میکنه جلوی امام حسین. اینجور آدم ها. تو قرآن خیلی عجیبه، چند جای قرآن تو جهنم بحث بعضی از رهبران باطل با این ضعیف ضعفایی که سیاه لشکر بودن، بحث اینا رو تو جهنم نقل کرده خدا. این ضعفا، این مستضعفین با رهبرانشون. یه جا شما من فقط خدمتتون عرض میکنم شنیدنیست داره که همون ضعیف ضعفا میگن به خدا تو جهنم، میگن خدایا ربنا هؤلاء ازلونا، اینا بودن که ما رو گمراهمون کردن، این رهبران باطل اینا بودن ما رو گمراه کردن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، خدای دو برابر به اینا عذاب بده، به این رهبران. ما تقصیر نداشتیم که. اون رهبران باطل که از اینا کلی گرفتن، امثال معاویه، برمیگردن میگن که نامردا، خدا ما رو دو برابر عذاب کنه، مگه ما شما رو به زور بردیم؟ ما سود زدیم شما اومدی، تنابم نمیخواستی، مگه به زور آوردیمتون؟ خودتون آدمای شلوولی بودید، کلی دادید، چرا خدا ما رو دو برابر عذاب بکنه؟ خدا میفرمایید که مشغول باشید، تو سر و کله هم دیگه بزنید تو جهنم، دو تاییتون رو دو برابر عذاب بکنم. قال لکلن ضعفون، همون رهبران رو دو برابر عذاب میکنم، چون یک، آدمای باطلی بودن، گمراه بودن، دو، باعث گمراهی یه عده دیگه شدن. هم شما ضعیف ضعفا رو دو برابر عذاب میکنم، چون یک، خودتون گمراه شدید، دو، شما سواری دادید، شما کلی دادید. لکلن ضعفون، هر دو طرفتون دو برابر، همون شما ضعیفا رو، شما باعث شدید که سکوت کردید، اینجا یه عده دیگه دارن کار خودشون انجام میدن، شما مقصرید. کوفیان هم همینجور بودن، ضعیف الایمان، ضعیف البصیرتی که آلودگی ها توشون جوری بود که سر به زنگا کلی دادن به شیطان، رفت گریه میکردن، همونجوری که دیشب خدمتتون عرض کردم، گریه میکردن موقع غارتگری، اما غارت چونم میکردن. این همونیست که فرزدق گفت الله اکبر. اصلا آدم میفهمه این چه شخصیتی. فرزدق گفت آقا اینا گریه میکنن، قلبشون با شماست، اما شمشیرشون علیه شماست. این چیزاست که آدم وقتی میشنوه ها، البته خدا میدونه آدم خجالت میکشه که اینو تو اینجور مجلسی بیاد بگه، ولی به هر حال وقتی آدم میشنوه یه مرتبه میگه خدای نکنه من سیاه پوش امام حسین، منی که سیاه برای امام حسین پوشیدم، یه موقعی بشه که کم بگذارم تو دینم و اون وقت سیاهی لشکر بشم برای باطل، یه موقعی بشه که کم بگذارم تو وظیفم، اون وقت سیاهی لشکر بشم برای باطل. اگه قرار باشه که آدم جایی ترمیم بشه، اگه قرار باشه که این بیماری ها در جایی درمان بشه، به والله قسم تو همین مجالسه. من دیشب خدمتتون عرض کردم درمان کم همتی و کم بودن، یکیش اینست که آدم در مقام آرزو هیچ کم نگذاره، دعا و نیتش بلند باشه، در مقام عملم بهترین رو انجام بده. عرض کردم یه درمان دیگری هم هست که فردا شب بگم، یعنی امشب. درمان اصلی کمبودهای آدم، آلودگیهای آدم که خب هممون داریم بالاخره دیگه، حالا هر کسی به سهم خودش، تو همین مجالسه که درمان میشه، تو همین مجالس. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، میگه من هر چی دارم، که خیلی چیزا داشت، مقام اعظم رهبری میفرمود، من خودم ازش کرامت دیدم، مرحوم جعفر آقا رو، خیلی آدم با عظمتی بود، ایشون میگه من هر چی دارم و خدا هر چی به من داد به خاطر اشک برای امام حسین بود. تو این جور مجالس بود، گریه کرد، زجه زد، با این عشق آلودگیاشو ذوب کرد، کسافتاشو ذوب کرد. و دقیقا همینه،
در روایت تو کامل و زیارات ابن قلوه استاد شیخ مفید که از کتب بسیار ارزشمند شیعه است، از منابع شیعی است، اونجا امام حسین داره که در روایت داره که ابو عبدالله علیه السلام ان الحسین ابن علی عند ربه، خدا ابو عبدالله علیه السلام تو اون مقام فوق عرشی خودش پیش خداست، و انه لینظر الی من یبکیه، امام حسین نگاه میکنه به گریه کناش، و انه لینظر الی من یبکیه، نگاه میکنه به گریه، یک نفر از قلم نمیفته، یک نفر از چشم امام حسین نمیفته، به تک تک گریه کناش امام حسین نگاه میکنه. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ فیستغفر الله، ابا عبدالله بر او استغفار میکنه، خدا اینو ببخش، گناهاشو پاک بکن، و یسأل آبا اهل استغفار له، از آبایش، از پدر بزرگوارش، از جدش میخواد که شما استغفار کنید برای این فرد. گناهان اینجا هستش که ذوب میشه، به قول بعضی از بزرگان گفتن گناهانی است که تو مجلس امام حسین نه فقط گناهش، که آثار گناهش هم پاک میشه. شما لباس سفید رو وقتی خونی شده میشورید، یه لکه یه اثری روش میمونه. گناهان گاهی موقع ها ممکنه بخشیده میشه، اما یه چیز بعضی از آثار و تبعاتش هست. گریه امام حسین، اون بزرگوار میگفت، درست هم میگفت، گریه برای امام حسین اون آثارش رو هم میبره، اون آثار رو هم میبره. آدم گریه کنه، عشق بریزه بر امام حسین علیه السلام، نه فقط تو این ایام محرم، بعدش هم آدم بتونه اهل باشه. چقدر خوبه که آدم هر روز بتونه یه زیارت امام حسین داشته باشه. همه مؤمنین مدیونن، باید یه کاری در رابطه با امام حسین هر روز بکنیم، هر روز یه کاری بکنیم. این عشق ها هست تو مجلس امام حسین که یه دلی به آدم میده که حق رو میتونه باور کنه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ماها خیلی چیزا رو میدونیم، اما مشکلمون دونستن نیست، مشکلمون باورمون. من همه رو البته جسارت نمیکنم، اما مشکل اینه که یا باور کمه، ضعیفه، مشکل ندونستن نیست. ماها نمیدونیم مرگ در پیش داریم، میمیریم، الان از هر کی بپرسم که چرا دیگه میمیریم، ما نمیدونیم ابدیت در پیش داریم، میدونیم. نمیدونیم ابدیت معناش 10 میلیون سال و 10 میلیارد سال و 10,000 میلیارد سال نیست، اصلا انتها دیگه نداره، و اون ابدیت در مقابل 60-70 ساله که یک پلک به هم زدن هم حساب نمیشه در مقابل ابدیت. اینا رو نمیدونیم. چرا میدونیم؟ پس چرا کارامون همون کارهای معمولی است که انگار هیچ خبری نیست؟ چون باور ضعیفه. دونستن رو میدونیم. خدا رحمت کنه آقای بهجت میگفت چیزی کم نداریم، همه چی رو میدونیم. بسیاری از ماها میتونیم بشینیم کتاب بنویسیم، همین دانسته هامون یه کتابه. مشکل اینه که باور ضعیفه. مجلس امام حسین کاری میکنه که آدم باورهاش قوی بشه. چرا؟ چون آدم تو مجلس امام حسین از منیتهای خودش میره بیرون، متصل به حقیقت میشه، متصل به حقیقت میشه، عشق میریزه، این قلبش، قساوتهاش باز میشه، یخهای وجودش باز میشه، اون وقت میتونه آدم یه نوری از حقیقت تو دلش بتابه و بفهمه و بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای به سر مقدس سید الشهدا فرج مولامون تعجیل بفرما، ما را از سربازان ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده، به محمد و آل محمد مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما، به محمد و آل محمد حاجات شرعیه جمع حاضر و همه شیعیان و محبین امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان، رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس به خودشون برگردان، عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.